اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب الله العالمين أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين الهداة المعصومين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: الدواوین ثلاثه، فدیوان لا یغفر الله منه شیئا، و دیوان لا یعبأ الله به شیئا، و دیوان لا یترک الله منه شیئا. فأما الدیوان الذي لا يغفر الله منه شيئا فالاشتراك بالله، وأما الدیوان الذي لا يعبأ الله به شيئا فظلم العبد نفسه فيما بينه وبين ربه من صوم يوم تركه أو صلاة تركها، فإن الله يغفر ذلك إن شاء ويتجاوز. وأما الديوان الذي لا يترك الله منه شيئا فمظالم العباد بينهم القصاص لا محاله. من قبل از اینکه این روایت نورانی از کلمات گوهربار رسول اکرم را محضر دوستانمون توضیح بدم، به مناسبت روز چهارشنبه برادر بزرگوار یکی از عزیزانمون که در درس شرکت میکنن چند روز قبل دعوت حق را لبه گفتن، ما با ایشون اظهار همدردی کنیم و با هم برای شادی روح برادر این عزیزمون با هم فاتحه قرائت کنیم. اللهم صل تسلیت عرض میکنیم و برای جناب عالی آرزوی طول عمر با برکت و صبر و اجر. کلامی است از وجود نازنین رسول گرامی اسلام، یعنی نشاندهنده کارنامه کاری هر یک از بندگان خدا در روز رستاخیز است. قرآن در تعبیرات مختلفی ملاحظه می فرماید که تعبیر می کند که فردای قیامت دفاتری به دست انسان ها داده می شود، پرونده ای به دست انسان ها داده می شود. صحنه عجیبی است. اون روز همه نگرانند که تو این پرونده چی ثبت و ضرب شده، مثل همین عالم دنیا که طرف را احضار میکنند میگن شما
باید بیاد پاسخ بگید. خب احتمالاتی میدهد که چه هست چه نیست، ولی ریز قضا سلام علیکم ریز قضایا را نمیداند، به خصوص که اونجا خیلی مسائل سهلش عوض میشود. دوستان مقوله داریم به عنوان حبت عمل، معنای حبت عمل گاهی از اوقات به گونه ایست که اعمالی را هم که انجام دادیم به خاطر عمل ناشایست دیگری که انجام دادیم یک خط بطلان روی این اعمالمون کشیده می شود و اگر گاهی حقی از حقوق مردم را زیر پا گذاشته باشیم کار خدا اینه که حسنات ما را از اینجا بر می دارد، در پرونده او سر می کند و سیئات او را در پرونده ما. این خیلی بخت آوره. البته گاهی از اوقات هم آدم با صحنه های اونجا مواجه می شود که تصورش نمی کند. خیلی اهل کار خیر و عبادت و مقولاتی از این دست نبوده، ولی اونجا که میرسد پرونده نشون میدن میبینن پر حسنه است، پر از حسنه. میگه خدایا من اینا رو انجام ندادم، من اهل این کار نبودم، نماز این شکلی، عبادت اون شکلی. و خدای متعال گاهی، یعنی از طرف پروردگار عالم می بنده گفته می شود که بله تو یک کار خیری در دنیا انجام دادی، پایه‌گذار یک کار خیری در دنیا بودی و نسل ها آمدن و بر اساس این سنت حسنه تو عمل کردن و تو در اعمال نیک آنان شریکی، در اعمال نیک آنان شریکی و لذا حسنات به پای تو هم نوشته شده است. با ناباوری میبینه به قول بنده ورق به ورق، دفتر به دفتر پر از اعمال نیکه. من سن سنتن حسن، نقطه مقابلم دارد. کسی آمده یک کمارخانه باز کرده، آمده پایه‌گذاری کار نامناسبی کرده، یه بدعتی در جامعه ایجاد کرده که ادعی این مسیر انحرافی را رفتند، به حساب اینکه این آقا اعتباری داشته، جایگاهی داشته، حرفی زده و بر اساس حرف او و قول او و نگاه او و نظر او افرادم آمدن همینطور پیروی ازش کردن الى یوم القیامه که رسیده. تو نامه اول که نگاه میکنه میگه خدا این همه گناه من نکردم. این گناه یه آدم 50-60 ساله نیست، این گناه یه آدم مثلا 300 ساله است. میگه چون تو پایه‌گذار یک بدعت و یک سنت سیئه بوده ای، همه اون گناهانی که اونا مرتکب شدن تو هم در اون گناهان شریک. علاوه این نکته ای که باید هممون دوستان توجه کنیم، نباید مسائل را حول و حوش اعمالی که خودمون انجام میدیم قصه را خلاصه کنیم، بلکه گاهی اعمال دیگران در پرونده عمل ما اثر مثبت دارد، گاهی اعمال دیگران در پرونده ما اثر منفی دارد. این مقدمه بود برای این عرضی که میخوام عرض کنم. پیامبر اکرم فرماید که فردای قیامت سه دیوان، سه دفتر، سه پرونده برای افراد وجود دارد و وضعیت این دفاتر، یعنی نمیخوام بگم هر فرد الزاماً اینا وجود داره، مثلا سه دفتر اونجا وجود داره بستگی به حال افراد داره. میفرماید الدواوین و ثلاثه، دفاتر پرونده ها سه تاست. فدیوان لا یغفر الله منه شیئا، یه دیوانی هست
مالی عده‌ای بود که خدای متعال هیچ چیزی از اون را نمی‌بخشد، یعنی محکم هر چه درش نوشته شده بر اساس همون خدای متعال مؤاخذه می‌کند. لا یغفر الله منه شیئا، نکره در سیاق نفع افاده عموم می‌کند. هیچ چیز. این یه دیوان. حالا بعد به تفصیلش می‌پردازد که این چه دیوانی است، چه دفتری است که لا یغفر الله منه شیئا، یعنی برو برگرد ندارد. و دیوان لا یعبد الله به شیئا، این نشانه رحمانیت پروردگاره. لا یعبد الله یعنی خدا خیلی سخت نمیگیره، توجه نمیکنه. به تعبیر خیلی عامیانه عرض میکنیم، گیر نمیده. راه گشایشی در این دفتر وجود دارد. لا یعبد الله بیهی شیعن و دیوانون لا یترک الله منه شیعن، یه دیوانی هم هست که خدا مو را از ماست میگیشد. منطقه مراتب راهکار دارد، یعنی درسته که لا یترک الله منه شیعن، اون اولی که لا یعبد الله به شیئا، خدا سخت نمیگیره، گیر نمیده، بر اساس توضیح که خواهیم داد از حقوق الله است. و اونی که لا یترک منه شیئا، هیچ ازش را رها نمی کند، مربوط به حقوق ناس است. ولذا فردای قیامت حقوق ناس رسیدگی به اون به مراحل سختر از حقوق الله است. خدا رحمت دارد، عنایت دارد، لطف دارد، این بندگانش هم میشناسه، موجودات ضعیفی هستن، خیلی ایمان قرص و محکم و اون شکلی که نلغزن نیست، میلغزن اون تا گاهی برمیگردن، توبه میکنن، استغفار میکنن. خب حالا به تفصیل میپردازد. فاما دیوان الذی لا یغفر الله منه شیئا، اون دیوانی که خدای متعال هیچ از اون را مورد غفران قرار نمیدهد، فل اشتراک بالله، یعنی شرک به خداست. اگر کسی شرک قرار بدهد برای خدا، خب این شرک دوستان منبرش رفتن، الان قسمین، شرک خفی و شرک جلی. شرک جلی بت پرستی است، شرک لیقربونا الی الله زلفا، بت میپرستن لیقربونا بفرمایید الی الله، یعنی پیداست که اینا را هم خدا هم فرما، هم خدا هم بت، شرک تا ما را به خدا نزدیک کنند. این یه دسته، این شرک جلیست، روشنه، تابلوه، مثل اون چه در زمان نبی اکرم صلوات الله علیه در هنگام بعثت حضرت وجود داشت که حتی اطراف کعبه، تو خود کعبه بتاشون هم گذاشته بوده که امیرالمومنین مأموریت پیدا کرد که این بتا را از کعبه دور کنند و کعبه را از لوس اینها پاک کند. ولی یه چیزی که نگران کننده از دوستان، عبارت اطلاق دارد. چطور ما تو بحثای اصولی و فقهی که میرسیم مته رو خشخاش میذاریم برای اظهار یک
مطلب این هم نکته عجیبی دارد. فل اشتراک بالله، اشتراک بالله یعنی شرک به خدا به صورت اطلاق مطرح شده. و ما بین فی هذا الکلام ان مراده تبارک و تعالی هو الشرک الجلی، بل یمکن ان یستفاد من که ان مراده تبارک و تعالی اعم من الشرک الخفی و الشرک الجلی. خب شرک خفی که تو زندگی ما موج میزند، جای جای زندگی ما شرک خفی است. نماز بخوانیم تا مردم ببینند، بیمارستان بسازیم تا مردم ببینند، به ظاهر کار خیلی انجام بدیم تا مردم ببینند. ریا الناس تو روایات ما دوستان داره، فردای قیامت خدای متعال کسانی که بیمارستان ساختن نبه خست لله، خواست نامی تو نامها داشته باشه، تو هر جلسه مطرحش کنن. کار خیر خیلی کرده، ولی یکیش برای بغمدان خدا نبوده. اینم معناش این است که اینا را کنار قرار داده خدا، ظاهر آراستش کار خیره، باطن ناآراستش ریاست. اگر این الاشتراک بالله هم شرک خفی را شامل بشود و هم شرک جلی را شامل بشود، دیگه باید به سوگ نشست، به سوگ نشست. تمام نکردن، میگن فردای قیامت کسانی که کار را برای به اصطلاح ریا انجام دادن، خودنمایی انجام دادن، از ناحیه ذات کبریای حق تعالی گفته میشود برو اجر را از همون کسی بگیر که به خاطر او انجام بده. برای ما انجام بده اینجا مربوطه به کارهاییست که برای ما انجام داده باشید. قربتن این شده قربتن الا الله، برو آداشت از همون بگیر. جواب رد داد بیداد بیمارستان شماره یک، قلب عمل باز، سی تی اسکن خریدم، مسجد ساختم، ردیف میکنه هرچی ردیف میکنه، میگین که مال ما نیست، برای ما نبوده، این برای اون اونجا بوده، این هم برای اونجا بوده، این هم برای اونجا بوده، این هم برای اونجا بوده. خدا کند از خدای متعال میطلبیم که مراد رسول گرامی اسلام که فرمود فل اشتراک بالله همون مصداق شرک و بدا جلی باشه. حالا تو کارنامه ما به ظاهر شرک جلی نیست، گرچه من یه نگرانی پیدا کردم، یه روایتی دیدم از وجود نازنین خود پیامبر، خیلی توجه کنید دوستان، می فرماید مردم آخر الزمان، حالا ما احتمالاً جز همون ها هستیم، مردم آخر الزمان کل درهم اندهم صنمان، کل درهم اندهم صنمان، یعنی اونچنان وابسته به دنیا هستند که هر درهمی پیش اونا یه بوته، یعنی موقعی که پولا را میشماره قد کیف میکنه، موقعی که میخواد به کسی کمک بکنی قد زج میکشه. گفت جون که نیست به راحتی بخوام بدم، مال است.
کل درهم اندهم صنمان. این اگه باشه دیگه نمیدونم چه در میاد. اینه که دو دستی چسبیدن به دنیا، اونچنان تعلق خاطر پیدا کردن به میز و صندلی، اگه یه روز بهشون بگن کمی صندلیتون جا به جاست قالب تونی میکنن. لذا این جنگ و دعواهای تو مناسب جامعه ما چسبیدن به همین میز و صندلی هاست. این زیرا اون را میزند، چرا او باشد من نباشد. تهمت، افترا، دروغ، فرمند سازی، سعایت میبینیم. آنی از غیب من خبر نمیدم، میبینم. تا اون نباشد من باشم، یا اگر احیانا من هم نباشم بفرمیدم اون نباشم. هر دولتی که عوض می شود یه بساطی را می افته، بساطی را می افته، همه خیز بر می دارن. هر کسی یه ورقه دستشو می گه من مسئول استعداد بودم، از کمتر از اون پست دیگه بونشن. حالا تو شهرات دعوا را می افته، تو مراکز استان‌ها دعوا را میفته، تو سطح کشور دعوا را میفته. اینجا میگه کل درهمن اندهم صنمان، بعد میگیم کل کرسیین اندهم بفرمیدا صنمان. این وضع ماست، خیلی ضعیفی. حالا خیال نکنید من یه حرفی میزنم مخاطبش کسی ضعیفی، خلق الانسانو ضعیفا ضعیفا. منتها در این حال راهنمایی راهنمایان الهی اینا آمدن برای اینکه دوربر انسان را بگیرن که نلغزد. لذا هم غریزه نفسانی دارد، هم عقل خدا بش داده که اگر این غریزه نفسانی بر عقل غلبه کرد فهو شر من البهائم، و اگر عقل بر این غریزه نفسانی غلبه پیدا کرد فهو افضل من الملائکه. خب و اما دیوان الذی لا یرضا منه شیئا، اما دیوانی که خدا سخت نمیگیره، یه طوری نیست، بنده خودمون هست. فظلم العبد نفسه، اون ظلمیست که بنده به خودش میکنه، اونم فی ما بینه و بین ربه. ما چند رابطه داریم دیگه، یک رابطه انسان با خودش، یه رابطه انسان با خدا، یه رابطه انسان با دیگران، یه رابطه انسان با طبیعت و سایر موجودات. اینا رابطه هاییست که انسان تو زندگی داره. میگم اون رابطه ای که انسان با خدا دارد، فی ما بینه و بین الله، چیه که خدا خیلی سخت نمیگیرد؟ مثال میزند، من صوم یوم ترکه، روزی روزه نگرفته. حالا اونجا هم محشور شده، تو پرندش هم نمیشون زیدی آقا ما رمزون روزه نگرد. او صلات درکه ها، نماز نخونده. همیشه هم خودشو ملامت میکرده، ولی میگفتن پاشو نماز بخون، میگفت به رفیقم بگید نماز بخونه، تو باید نماز بخونی. اونجا محشور شده در پیشگاه پروردگار عالم، گناهه، ولی میگه لا یعلم الله به شیئا، خدا سختگیری نمی کند. و بعد خیلی تعبیر جالبی دارد، فان الله یغفر ذلك، خدا می آورد ان شاء و یتجا
کشاورزی این دست خود خداست. میخواد بیامرزد میتواند بیامرزد، این شاه و یه تجاوز این سر نظر. اینا یه روزنه های از امید به روی ما باز میشه. ایناست. و اما دیوار الذی لا یترک الله من شیئا، اما اون دیواری که لا یترک الله من شیئا مور از ماس میکشد، فمظالم العباد یعنی حقوق بفرمایید بندگان حق الناس، خیلی مهمه حق الناس. کسی رو کشته باید قصاص بشه، اگه تو این دنیا قصاص نشدی فردای قیامت این حق برای او محفوظ است که نبخشد تو. غیبت کسی کرده که دیگه نقل همه مجالس و محافل به جای شیرینی و پرتقال و سیب و خیار، غیبت یعنی مجلس ممکنه هیچ میوهی درش نباشه، هیچ پذیرایی درش نباشه، ولی یه پذیرایی خوب همیشه هست. چهار نفر که دور هم جمع میشن اصلا یادشون میره که چای هم بخورن، آب بخورن، یادشون میره، یادمون میره. چرا بگم یادشون میره؟ یادمون میره. و اما دیوان الذی لا یترک الله منه شیئا فمظالم العباد بینه، حقوقی که بین مردمه بی جهت طرف را خانه نشین کرد. میگه چرا آقا بیرون نمیاد؟ میگه آقا باری من نزشت ای آقا اینجا رفته، اونجا رفته، اونجا رفته، هر کی به من میرسه سلام گاهی نمی کنند، گاهی از اوقات جواب سلامش نمی دن، گاهی از اوقات احترامش نمی کنند، چون آبروش تو جامعه رفته. خیلی از ایمان آبروش رفته. از اون جمله مثلا قصاصه که باید مثلا انجام بشود، اگر انجام نشد، اگر انجام شد شد، نشد اونجا باید حساب پس بده، برنامه پس بده. و الا ماشاءالله ما گاهی از اوقات اگر بخوایم دوستان حقوق الناس را، من معتقدم منبر که میرید سخنرانی که میکنید هم رو حقوق الناس تکیه کنید، ولی مثل عده‌ای نباشید که فقط رحمانیت پروردگار را مطرح کنید و مسئله عذاب و امثال ذالک را اصلا فاکتور بگیرید و حالت تجری در مردم ایجاد کنید که هست، متاسفانه الان هست. لذا تو قرآن خوف و رجا، خوف هست تا دور بر نداریم، رجا هست تا حالت یأس پیدا نکنیم، توازن. پیغمبرم که آمده بشیرن و نذیرا، توازن. این مکتب اعتدال نبوی به اسلام جعلناکم امتا وسطا، برای همینی که بشر نباید به مرز یأس برسد که خود یأس از گناهان کبیره است، و نه به مرز تجری برسه که دیگه براش مهم نیست، هر گناهی را میتواند مرتکب بشه. خستتون کردم، عذرخواهی میکنم از منظر جان. نهج الفصاحه رد مظالم تأثیر داره. یعنی چی؟ اینا باید تلانیت به تلمی جنابانی بنده اونا باید حقوق مالیه، حقوق مالیه. شما باید معاملهی با یک کسی کرده اید،
تو اون معامله احتیاطاً کلا سر طرف گذاشته بودی، جنس 100 تومانی رو 200 تومن قالب کردی، 100 تومن به گردن شماست. یه روزی روزگاری که توجه پیدا کردی میگه آج ما یه 100 تومن بدهکار شماست. میگه مال چی؟ میگه حالا اجازه بید من بدهکارم دیگه. و گاهی از اوقاتم تو بعضی از فتاوای مراجع است غیبت کسی اگر کرده ای، اگر احیانا از شرط خدمتون توالی فاسده داره، شاید لازم نباشه بشه بگید که من غیبتت کردم، چون اصلا ممکنه طرف یه پرونده جدیدی برای شما باز کنه، نمیشه جمعش کرد. فقط بگو منو حلال کنید، هر حقی به گردن من دارید سربسته و دربسته. آفرین بر سید بزرگ، سربسته و دربسته، بگید منو حلال کنید. میخواید سفر مکه برید، حلالیت به طلبید، بگید اون چه از حقوق به گردن من دارید حلال کنید. لازم هم نیست بگید یه جا تهمت زدن، یه جا غیبت کردن، یه چه کردن، چون تازه میفهمه کنهون جنابانی چه شکلیست. میگه این میگه تا اینجاش این طوریه، بعد برمونه چه میشونه. لازم نیست فرد خاموش بگو اون چه از حقوق به گردن من داری حلال دیگه. سوالی نداره دیگه؟ نه الان دیگه پرسش و پاسو که ما نداریم اینجا. خب سلاماتی بفرسید ها. نهج الفصاحه بعد صفحه 271. البته سوالی خیلی جدی دارید بفرمایید، ولی میخوام بریم بحث تفسیر هم برسیم. بذار بعض درستشون از شبه محضر مبارک شما. ما در جلسه گذشته محضر مبارک دوستان فاضلمون عرض کردیم که انبیاء الهی 5 نقطه مشترک دارن با هم، سواء کان حضرت موسی باشند، حضرت عیسی باشند، کل پیغمبران الهی 124,000 پیغمبر، گفتیم یه حقوق مشترکی دارند. به این حقوق مشترک یک حفظ خود، اینه که خونده این دیگه تکرار بکنم فهرستشو بگم، حفظ دین به دیانت مردم. در دقیقه انبیاء الهی اینه که مردم متدین بکنن، راه کج نرن. مشترکات دیگری که داریم حفظ جان انسان هاست. انبیاء الهی برای جان انسان ها خیلی ارزش قائل، در دل من دارن بی خود یک انسان جانش را از دست ندهد. در سایه رسالت یک پیامبر حفظ جان انسان. نقطه سومی که از شرمین حفظ عقل انسان هاست. انبیاء حافظ عقول انسان ها بودند و با هر چیزی که عقل آدمی را مخدوش بکند و تزدیک کند مبارزه می کردند. یعنی اگر کسی فساد سحر و جادو و امثال زاده پر می کرده و عقل اینا را می برده، اینا را یه آدمه خل در می آورده که گوساله پرست بشن به جای پیروی از حضرت موسی و خدا پرستی حضرت موسی، گوزاره برد و خون بشه، جلو خونی اینا رو میگرده خون نشه. و من یه نقطه روز عرض کردم، نقطه مهمیست. انبیا نمیخواستن بر مردمی حاکم بشوند که عقل و تدبیر ندارن. هنر انبیا الهی این بوده که با حفظ عقل و تدبیر مردم راه نمای مردم باشه. چون آدم های عقله و خل و امثال زاله که خیلی به فضل هنری نیست، هنری اینه که طرف مقابل یه آدم چیستم عاقل اهل منطق با او. یعنی این امتیاز بوده برای انبیاء الهی که بگن
بر کیا دارن رهبری میکنن، هدایت میکنن، آموزش میدن، اینا احتیاج بوده. اگر نه از شبت رو بهتون آدمه که لا یعرفون البر من البر خیلی بلدی نیست. چهارمی که نگفته بودن الان میگم، چهارمی حفظ انوار انسان. برای انوار انسان ها پیغمبران در دغمن بودن. تو یکی از جنگ ها به پیغمبر خبر دادن که این لشکریان شما حمله کردن به اون مجموعه و ظرف سگ اونا را برداشتن و آوردن بیجهت. اما گاهی عنوان غنیمت، گاهی مثال دیگه بوده، حساب جدا بوده، ولی گاهی شما بنا نبوده که مثلا مالی از اونها گرفته بشه. رفته بودن مثلا برای اینکه اینا را انذار کنن، مثل دیگه یه بساطی را انداخته بودن. حضرت فرمود این ظرف سگ اینها را برگرد. تو خود حدیث مفصل بخوان از این بجرد. حفظ اموال انسان ها، حافظ گردش صحیح سرمایه ها بودن، پولای مردم از بین نرود، هدر نرود، اموال عمومی محفوظ بماند. خدای متعال این مال را آفریده که این مخلوقات، این انسان ها از این مال بهره ببرند. این کسی بخواد این بچه قابل کنه، اون بچه قابل کنه، این نمیشه. قرآن آیات فراوانی دارد که ما اینا رو برای شما آفریدیم. بنابراین کسی حق ندارد در انحصار خودش بگیرد و دیگران را منع کند. به کسی حق ندارد بی جهت مال کسی را به یغما ببرد، نابود کند. این چهارمین عنصر از عناصری که انبیا حفظ دین مردم. دو حفظ جان مردم، حفظ عقل مردم، حفظ مال مردم. و چهار و پنجم حفظ نمامیز و اعراض مردم. مواظب بودن که تعدی و تجاوزی به عرض و ناموس مردم نشود، یعنی مردم احساس امنیت کنند. اساسا احکام الهی هم همینه. بخشی از احکام الهی جبهه بازدارندگی دارند، برای اینکه جرم اتفاق نیفته. مثلا بنا نیست که حالا هر روز دستا رو قطع کنند، بناست که این بازدارنده باشه. البته گاهی از اوقات هم اتظام میکنه به حفظ شناه اون حد الهی هم اجرا بشود، ولی نقش احکام الهی بخش قابل توجهی بازدارندگی است. اینی که حالا قلبی ها ما را متهم میکنن، اسلام را متهم میکنن، چی میکنن؟ خب اینا نمیدانند فلسفه احکام الهی چیه. اینا بیشتر جبهه بازدارندگی است. بنابراین هر کسی که ادعای دینداری می کند باید بر اساس اهداف پنجگانه انبیاء الهی حرکت کند. مواظب دین مردم، جان مردم، عقل مردم، مال مردم، عرض و ناموس مردم. ما طلبه ها العلماء و العلماء چی مردم؟ برستون یعنی من و شما هم این مسئولیتی پذیرفتیم، پستی گرفتیم، اینا سلوهی کارمون باشه.
بگرده اظهار کردن که من چنینم من چنانم ره به جایی به برمیدار نمیبرد و نمیشود گفت تو پیرو هستی. کسی وقتم گذشته ببشید من همین رو بگم به تمام کنم، ما نمیدونیم تعادل بین اون نوایت اخلاقی اون رو تفسیر چطوری برقرار کنیم، وقتمونم کمه. یه کسی خانمش رو فرستاد پیش صدیقه طاهره فاطمه زهرا که روز یک شنبه روز میلاد اوست و طبیعتا روز میلاد هم باید عیدی باید داده بشه. عرض شد محضر شما بین که این از اون حوالی است که دوستان علم غیب دارن کسی بله روز زنم هست بله امامی که فرزند اون صدیقه طاهره است هم بر فاطمه سلام و هم بر فرزند رشید و اون سلام. حالا روز زن که شد شما گرفتارید، ولی روز مردی میشه من یه جوراب بیشتر تحویلتون نمیدم، معمولا یه جوراب هایی ندارم. حالا اونو میخواستم بگم به تمام کنم مسئله رو. کسی مسئله شرعی داشت گفت به زنش برو پیش صدیقه طاهره. میخوام بگم ادعا کافی نیست. از اطر سوال کرد شوهرم یه پرسشی داره و اون پرسش اینه که آیا ما از شیعیان شما محسوب میشنیم یا نه؟ فرمود برو به شوهرت بگو این کنت تعبد به ما امرناک و تن تهی اماز جرناک فعنت من شیعتی نابه بلا فلا. یعنی ادعا نه، این کنت تعبد به ما امرناک و تن تهی اماز جرناک و به تعبیر فارسی روزش اگر به بایدها و نبایدهای ما ترتیب اثر بدهید شما جز شیعیان ما هستید وگرنه جز شیعیان ما نیستید. و السلام علیکم. درس اخلاق حضرت آیت الله بوشهری تاریخ 29 10 1400